مقصد چون حکومت اسلامیه و همون نیست، میگه ابزار اقلام براش. حالا اگر کسی برای شما اونی که با غرب در ارتباطه و تفکرات غربی داره واسه همین از نظر این که یک عده بخوان نامه به مقام معظم رهبری بنویسن که این حق قانونیشونه، هیچ مشکلی هم نیست، نامه نوشتن. از نظر این که حرفاشون رو با نهایت آزادی بزنن، اصلا نظام آزاد اسلامی این اجازه رو به همه داده که آزادانه حرفاشون رو بزنن و زدن در اینجا، یعنی شاید تندترین حرفاشون هم زدن، ببینه داره خوب زدن. و اما از نظر این که رهبری هم با اونها پاسخ بدن یا اینکه نظرشون رو بگن، اون هم حق رهبری است، او هم آزاد است که حرفشو بزنه. و اما قضاوت هم پای مردمه، مردم ما هم قضاوتشون رو میکنن دیگه. در جریان تحصن این آقایون، اینا با نهایت آزادی رفتن تحصن کردن، حرفشون هم زدن، در خانه ملت هم همین کاراشون هم انجام دادن، شاید اونجا هم تبدیل کردن به یه میتینگ حزب. اما در این حال نه کسی اعتراض کرد، نه کسی اومد جلو مجلس سر صدا بکنه، نه حمایتی کسی کرد از اینا، هیچ کارشون هم انجام. این هم مثل هم چرزش‌های انسانی، چرزش‌های الهی فرق. به نظر من ما مشکلی در نظاممون نداریم، نظاممون بسیار تثبیت شده است. این مسائل، یعنی این مسائلی که در کشور رخ میده، این انتخابات و اینا در همون ظرف نظامه، نظام همینه میخواد. یعنی فکر میکنه چما مثلا نظام میخواد این حرفا نباشه، نه خیر، همین حرفا بوده، حالا هم هست، بعد از این هم خواهد بود، هیچ مشکلی هم برای ما نیست. و ظرفیت نظام جمهوری اسلامی و ملت ما، فرهنگ ما و اسلام خیلی بالاتر از ایناست، ولی زیرا اینها در درونش انجام میشه. ما اگر بدونیم که نماینده ما میره همون پایین شهر، مثل خود ما هر کجا ما هستیم میشینه، هر جا که هست همونجا میشینه و به هم دردی میکنه، فکر ماشین آخرین سیستم خونه عالی برای خودش نیست، چرا رأی نمیدید؟ ولی وقتی میدونیم که نماینده برای ما کار نمیکنه، پس خانواده‌اش بهش رأی بدن، چون ایشون برای خانواده‌اش کار میکنه، برای ما کار نمیکنه. Gonna play with it. Put that. آخه معلوم نیست چی پیش میاد، ولی من فکر میکنم که خب بالاخره اونایی که راست چپی هستن بیشتر به نفع مردم کار میکنن. Just I don't care about this. That's enough. ممکنه برگه خالی رأی بدم ولی شرکت نکنم. Wanted to say thanks for taking the time. I know these are busy days for you, so we're very appreciative of the people in big cities will not participate in the election, but totally it's impossible to boycott the election. I think about 40-50% of people totally will participate in the election. So for all position, it's very important not to boycott, because the answer will not be very good. President Khatami, as he thought. So it was before that, the leader was in such a position that nobody can request him to change his manner. We are trying to make him a little bit more accountable, more responsive, according to his responsibility in the country.
And we know that there are many organizations in the country who are non-elected, and they are supervised by the leader, and they are no accountability to any part of the government and to the people. And we think that being frankly and more clearly to the leader will get come back to be more accountable. It's very important for us.